متفاوت ترین مسابقه موسیقی رو با همون تیم قبلی ببین. صداتو دو نوروز توی فیلم ها. فصل دوم صداتو تو قالب یه مسابقه جذاب معمایی موسیقیایی با اجرای محسن کیایی تو فیلم ها منتشر شدهش. مسابقه که با نمونه های مشابهش تفاوت های زیادی داره و کافی یه بار ببینیدش تا مشتری اون بشید. فصل دوم صداتو یا همون صداتو دو تو نوروز 1402 به فیلمو برگشت با همون تیم و مجری که بودش. قسمت اول صداتو دو تو اولین روز بهار یعنی یک فروردین 1403 پخش میشه. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم. اگه به این محتوا علاقه دارین یادتون نره چنل رو ساب کنید، نوتیف رو هم بزنید تا با ما خیلی زود از اخبار سینمای ایران و جهان با خبر بشید. اصل اول مسابقه صداتو از 10 خرداد 1402 ساعت 8 صبح تو فیلمو پخش میشد و قسمت آخر فصل اولم 29 شهریور 1402 پخش شد. فصل دوم صداتو روز چهارشنبه اول فروردین 1403 پخش شد و از قسمت بعدی پنجشنبه 8 صبح از فیلمو منتشر میشه. مسابقه صداتو به کارگردانی و تهیه کنندگی حامد جوادزاده عنوان تازه ترین پروژه غیر داستانی فیلمه که با زمینه معمایی موسیقیایی و جنبه سرگرمی منتشر میشه، اما چهره متفاوت این برنامه محسن کیاییه که به عنوان مجری صداتو دومین تجربه اجرا رو به عهده میگیره. تو فصل دوم این مسابقه هم گروه کمک کننده ها یا همون یاورای همیشه مؤمن صداتو، کسایی مثل شبنم مقدمی، محمد بحرانی، محسن شرفیان و امیر مهدی ژوله تشکیل شد. همونطوری که میدونید این جمع گروه کمک کنندگان نام داره و شبیه بقیه مسابقات موسیقی هیئت داوری نیستن. اونا قرار شرکت کننده های صداتو رو تو این مسابقه راهنمایی و کمک کنن. فصل اول صداتو در حالی تو فیلم پخش شد که ضبط برنامه با شرکت کننده و حاضرا به اتمام رسیده بود. حالا با نمایش شدن ساخت فصل دوم ثبت نام شرکت مسابقه صداتو مشخص شد. این ثبت نام تو سه حوزه انجام میشه: شرکت کننده، اجرا کننده یعنی خواننده یا خواننده نما و تماشاچی. اگه میخواید تو استودیو صداتو حضور داشته باشید به گفته فیلمو باید به سایت sedatotvshow.com سر بزنید. آیتم ویژه تعاملی مسابقه صداتو از اون تجربه‌های منحصر به فرده که هیجان و تعلیق رو برای مخاطبات تو خونه فراهم می‌کنه. یه ایده کم نظیر تو دنیا که حالا تو فیلمو مراحل اولیه تست اجرا رو از سر می‌گذرن. برای استفاده از بخش تعاملی مسابقه و تعیین شخص خواننده بودن یا نبودن شرکت کننده ها لازمه که اپلیکیشن فیلمو رو تو نسخه‌های مختلف داشته باشید. روش مسابقه به این شکله که شرکت کننده باید از بین 6 نفری که با چهره‌ها و پوشش‌های متنوع روی صفحه میان با استفاده از چالش‌هایی که تدارک دیده شده تشخیص بدن که کدوم یکی خواننده نیست و باید حذف بشه. تو این بین گروه کمک کننده هم به شرکت کننده برای باز کردن معمای هر بخش کمک و همراهی میکنه، در صورتی که شرکت کننده بتونه همه مراحل مسابقه رو بگذرونه تو هر مرحله صاحب 20 میلیون تومان میشه و در صورت برنده شدن تو فینال هم برنده خوشبخت 200 میلیون تومان میشه. تو این برنامه جز تهیه کننده و کارگردان هیچ کس حتی مجری از خواننده اصلی هر قسمت اطلاعی نداره و جالب اینه که تو تمامی چالش‌ها جز فرد یا افرادی که خواننده واقعیان بقیه میتونن حقیقت رو نگن. چالش اول لیپسینگ. 6 شرکت کننده تو دو مرحله یه قطعه موسیقی رو لب میزنن. فقط کسی که خواننده است صدای خودش رو لب میزنه و بقیه افراد روی صدای دیگران این چالش رو اجرا میکنن. حالا شرکت کننده با کمک تیم یاور باید بفهمه که کدوم خواننده نیست. جایزه این بخش 20 میلیون تومان. چالش دوم آنلاین. به انتخاب شرکت کننده درباره یکی از افراد باقی مانده روی صحنه اطلاعات بیشتری مشاهده میکنه، شامل نمایش زندگی یا محل کارش و غیره. حالا باید حدس بزنیم که آیا این روایت تعریف شده حقیقت داره، آیا اون فرد خواننده است و جایزه این بخش هم 20 میلیون. چالش سوم استدیو مخفی. باز هم به انتخاب شرکت کننده یکی دیگه از افراد باقی مانده تو استدیو مخفی صدا تو یه قطعه موسیقی رو با روش خاصی بازخونی میکنه. آیا این فرد خواننده است یا اداش رو در میاره باید تشخیص بدیم و اگر درست بود 20 میلیون تومان جایزه رو میبریم. چالش چهارم سینجین. به انتخاب شرکت کننده تو 30 ثانیه سوالاتی از یکی دو نفر باقی مانده روی صحنه پرسیده میشه. اطلاعاتی که تو این مرحله به دست میاد نشون میده که آیا فرد خواننده هست یا نه. تیم یاور یا همون هلپر میتونه به شرکت کننده کمک کنه. جایزه 20 میلیون. و اما فینال مسابقه صداتو. تو این مرحله شرکت کننده باید ریسک کنه و با مجموعه اطلاعاتی که تو چالش قبلی به دست آورده مشخص کنه که فرد آخر
خواننده هستش یا نه. اگه خواننده باشه برنده 200 میلیون تومان برنده میشه، ولی میتونه انتخاب کنه که بدون ریسک پول ذخیره شده مراحل قبلیش رو به دست بیاره. شاید براتون سوال باشه که آیا صداتو مسابقه استعدادیابیه؟ باید بگیم که نه. این یه نکته خیلی مهمه که صداتو مسابقه استعدادیابی موسیقی به شیوه مرسوم و تجربه اون تو جهان ایران نیست. نباید اون رو با نسخه جهانی خوانندگی موسیقی یا چند تا برنامه داخلی برای کشف استعداد موسیقی مقایسه کرد. این برنامه بیشتر از استعدادیابی، که البته استعدادهای تو زمینه بازیگری یا خوانندگی برای مخاطبا رو میشه، یه برنامه معمایی بیشتر از اینکه استعدادیابی باشه. مسابقه معمایی I can see your voice یا من میتوانم صدای تو را ببینم که به اختصار به اون ICSYV میگن، یه مسابقه رازآلود و معماییه که تو بیش از 28 کشور دنیا اجرا میشه. مبدأ این مسابقه کشور کره جنوبی بود و طراحی مسابقه به نوعیه که تمام نمونه های خارجی اون به شکل اجرا میشن. حتی تو ساختار و لوکیشن و لوگوی برنامه هم سعی شده تمامی کشورهای جهان این برنامه به شکل واحد ساخته بشه. برنامه صدادا هم از این قاعده یا ژانر مسابقه سازی مستثنا نیست و ساختار برنامه سعی شده با بالاترین سطح هم مشابه سازی و اجرا بشه. برنامه صداتو با ایرانی سازی این برنامه جهانی مطابق با فرهنگ بومی خودمون یه نمونه موفق از مسابقه سازی تو تلویزیونه. بد نیست بدونید صداتو از نظر فرم، گرافیک و دکور بسیار به نمونه کانادایی اون شبیهه. اگر این برنامه رو انتخاب کردید و نشستید با تماشاش، امیدوارم ازش لذت ببرید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. تا ویدئوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.